آنان که با دشمن ره سازش گرفتن، راهی همانند ره داعش گرفتن. اینن بر سازش کران فتنه پرداز، ما برایت بوده و هستیم، آری ما باشیم آن اهل خود بستیم. فجر پیروزی مبارم شادی ارباب تابناک همه شهدا حضرت امام اسماعیل صلوات این اصلا در پوشش این افتاده مهم تاریخی و تبدیل و زندانی در بشت رو نشده مفصل در بشت سرفرازم با اقتدارم کشورم را باز می سازم با عشق و ایمان بر فراز و داله های سربلند میهنم ایران. من این جلسه برادر ارجمندم چهره قامت کشیده و برومند برخواسته از خانواده اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و عرض تبریک به مناسبت ایام خجسته پیروزی انقلاب اسلامی، انقلاب اسلامی که به یک معنا با گامهای استوار امام بزرگوار و حضور اقتدار آفرین او در 12 بهمن ماه سال 57 چهره زیبا و امیدبخش خود را به نمایش گذارد، تاریخ را واژگون کرد. نظام سیاسی برآمده از آموزه‌های وحیانی بر دو رکن رکین استوار است. رکن نخست رهبری صالح است، رهبری برآمده از آموزه‌های دینی است، و رکن دوم ملت است، امت وفادار. رمز پیروزی انقلاب، رمز حرکت عظیم ملت ایران در این دو اصل اساسی است. رهبری صالح دیروز امام بزرگوار، امروز خلف صالح امام، رهبر عالی قدر و عظیم القدر انقلاب اسلامی. دو، وفاداری ملت ایران و ملت اسلام که آینده جهان اسلام را ملت اسلام و رهبری صالح، مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظما خامنه ای اداره می کند. بعد از 4 دهه ما با دولت اسلامی فاصله داریم. توجه کنید به جان و روح سخن رهبر معظم انقلاب. انقلاب اسلامی شکل گرفت. قدم اول، نظام اسلامی
ایرانی در همه سطوح، در قوای سگانه باید شاکر باشد. و شکر نعمت یعنی استفاده درست از نعمت، استفاده صحیح، یعنی سوء استفاده ممنوع، یعنی استفاده نادرست از قدرت ممنوع و حرام. آنانی که از قدرت سوء استفاده کنند تنها به ملت ایران خیانت نمی کنند، به ملت اسلام خیانت می کنند. این نظام امروز با همه هویت امت اسلام گره خورده است. اگر شما امروز نماد امنیت هستید در این دنیای پربلوا که مرکز قدرت امریکا ناامنی‌های فراوان رو تجربه می‌کنه، شما در این کشتی آرام با امنیت قرار دارید، این دستاورد یک مدیریت مبتنی بر علم و معرفت است. نرخ تورم، ضریب چینی و اصلاح نظام اقتصادی کشور باید سلوک مبتنی بر علم و عزم و اراده داشت. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلوات و رگد صلوات بر محمد و بر جانشن این محفل آسده همت رو بالا زدند و ما رو یاری کردی از فرق گذارنده. جهان رسم دیگر یافت، روزی که او آمد جهان رسم دیگر یافت، عاشقی سامان و سر یافت. روزی که او آمد به خوبان وعده دادند سلام بر او که بخشنده تر از آفتاب در آسمان ابدیت تابیدن گرفت و بر طاغوت زمان چیره گشت. جمهوری اسلامی ایران، سلسله جلیله روحانیت، سادات بن الزهرا و همه مسئولین کشوری و لشکری. هر بهمن، هر بهمن نشانه ای از حضور امام است. روزی که او آمد همه یک روح بودند. به دهه فجر نام نهاده شده است. آخرین طاهره صاحب همه آبها و آینه ها، حسن کلام و ابتدای آغاز سخن رو. اینجا امروز 12 بهمن 42 سال از آن روز تاریخی می گذرد. 42 سال پیش در چنین روزی، در همین ساعت و در همین مکان، ابر قدرت شرق و غرب سر تسلیم فرود آورد. 42 سال گذشت، این همه نفاق، جنگ، دفاع مقدس، این همه شهید، این همه ترور، اما ایران مقتدرتر، ایران قویتر، ایران سربلندتر. در 12 بهمن 57 در چنین روزی و در چنین ساعاتی در این مکان مقدس حضور در کنار مزار شهدا، این بیانیه و این سخنرانی حضرت امام بعد از این مدت طولانی انجام گرفت. معجزه پیروزی حق بر باطل رو در طول 16 سال نهضت حضرت امام در 22 بهمن سال 57 شاهد بودیم. قدسی امام راحل و جایگاه جلوس امام امروران گردید با گلهایی که از احماس هر یک از شاخه های گل از باب ایران مقارن گردد با بزرگترین دستاوردهای علمی و فناوری و موسیقی، آنچرا که برای خود همدهایی که ریسته بودند.
تشکر و تقدیر از نام استجابت دعا در نخستین روز از دهه خجسته 42 از فجر انقلاب اسلامی ایران.